سلام 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 رفقا، حالتون چطور؟ امیدوارم تا این ساعت از روزتون رو فوق العاده و پر انرژی گذرانده باشه. اگر غیر از این هست، بلند شید، آماده شید، با هم دیگه یه تمرین حوازی بی‌نظیر تمام بدن خواهیم داشت، فول بادی. خیلی حوازی سنگینی امروز نمیخوایم کار کنیم، به درخواست خودتون، چون گفته بودین هفته ای دو بار حوازی بزنیم. ما به درخواستتون عمل کردیم، اما داریم سعی میکنیم که یک روز از تمرینات حوازی رو یه خورده تبدیل کنیم به تمرینات فول بادی یا تمام بدن، تا همه بتونن انجام بدن، مخصوصا بچه‌هایی که مشکل زانو و یا کمردرد دارن، چون نمیتونن حرکات رو خیلی پرشی انجام بدن. جایگزین حرکات پرشی رو من اعلام میکنم، اگر که نمیتونید حرکات رو پرشی انجام بدید، میتونید از جایگزینش استفاده کنید و خدای نکرده به مفاصلتون فشار وارد نکنید که یه موقع خدای نکرده درد احساس نکنید. با هم دیگه گرم میکنیم به صورت عمومی. بعد از انجام گرم کردن عمومی، یه گرم کردن برای تمام بدنمون انجام میدیم، میریم سراغ زنجیره ها و حرکات اصلی. تمرین امروز خود کوتاه‌تر از تمرین های نرمال هستش، به خاطر اینکه فشارش خورده بیشتر هست. برای بچه‌هایی که بی ام آی بالای 30 دارن، حرکات پرشی رو بهتره که انجام ندید، سعی کنید از حرکات جایگزین استفاده کنید. درسته که فشارش بیشتر هست پرش، اما مفاصلتون رو هم اذیت میکنه. با هم دیگه شروع میکنیم به گرم کردن. دست ها رو از کنار بدنتون بگیری، با تو 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 شروع میکنیم و به سادگی جلو بازو بزنید. یک، زانوها رو تک تک بالا بیارید و همزمان دستها رو به سمت بالا و پایین. ده تا دیگه. دو و یک. میخوایم این حرکت رو با تمرکز انجام بدی. حرکت رو میخوام با انقباض کامل انجام بدی. پا رو میبرید رو سرپنجه، تنه رو به حالت رانر یا آدمی که داره میدوه منقبض کنید. از قسمت بالا تنه، میان تنه تون رو همزمان درگیر کنید حسابی و نایستید. پنج، چهار، سه، دو، یک. پا رو بذارید پشت پای مخالف و برگردونید. خیلی نمیخوام سریع انجام بدید، دست رو همراه کنید، پایین تنه، میان تنه و دستاتون همزمان تو این حرکت گرم میشید. لبخند رو فراموش نکنید، تنفس رو فراموش نکنید، اخم نکنید تو فشار حرکات. خب، بیس سرجتون میخوایم اسکات بزنید. اسکات رو که زدیم بلند میشیم، یه ریچ آوت به سمت مخالف میکنیم، برمیگردیم یه اسکات دیگه، دست رو عوض میکنیم. همه ایه عضلات بدن با این حرکت گرم میشه. پاها رو نمیخواد خیلی بازتر یا جمعتر از حالت عادی بزنیم. بچه هایی که زانو درد و کمر درد دارن، یه مبل بلندی که تا این قسمت رونشون باشه کفایت میکنه، کوتاه‌تر نباشه که فشار زیادی به زانو و کمرشون نیاره. بشینید بلند شید میشه یک، بشینید بلند شید میشه دو. حتی اگر این مهره های بالاییتون مشکل داره یا گردنتون مشکل داره، فقط دست رو بالا ببرید به این صورت. این چرخش رو انجام ندید. بچه هایی که حالت عادی میخوام با من همراه بشن، میشینید بلند میشین، پا رو میبریم روی پنجه و به صورت متناوب دست رو به سمت خارج میکشیم.
مراقب زانو باشید. زانو جلوتر است. نوک پنجه های پا بهتر هست که نیاد، اما بستگی به قدتون هم داره. خیلی متغیرها هست که ممکنه بعضی ها حتی اگه عضلات خیلی قوی هم داشته باشن نتونن این حرکت این چنینی رو با رعایت اون پروتکل انجام بدن. حسابی گرم کن عضلاتت رو. پنج تا یه دیگه وای نستا. چهار، سه، دو و یک. پا رو به این صورت مبرم بالا بیاری، تنه رو بچرخونی به سمت مخالف، میان تنه رو گرم میکنیم با این حرکت. پاها رو هم گرم میکنیم همزمان. نیست، امروز روز حوازیه. درسته که قرار شده فول بادی کار کنیم، اما یه نیمه حوازی کوچولویی هم بزنیم، یه خورده سیستم قلبی و عروقی و تنفسیمون هم تقویت میکنیم. و استراحت. حرکات بعدی رو من که یه خورده فشار حرکات زیاد نباشه به صورت زنجیره‌ای هستش، اما بینش 10 تا 15 ثانیه استراحت میکنیم، هم فشار کمتر ایجاد میشه، هم این که میتونید خورده استراحت بکنید، اما ضربانتون اونقدر پایین نمیاد. تو 10 15 ثانیه آب بخورید، میخواید بریم سراغ زنجیره‌ای اصلی. من حرکت رو یاد میدم، حرکت جایگزینش هم یاد میدم، با هم دیگه شروع میکنیم. حرکت اول اینه، یک دو سه، یک دو سه، میشه سه تا پرش ریز، سه تا پانچ. بچه هایی که زانو درد دارن یا به هر دلیلی نمیخوام بپرن، همسایه پایینی میاد در میزنه، میتونی بگی یک دو سه، یک دو سه، نپرید، فقط عدش رو در بیارید. توی یک کوچولو هم بشینی به این صورت، نمیخواد حتما بپرید. با این حرکت یه شبیه سازی و حرکت پرشی میتونید انجام بدید بدون اینکه خیلی فشاری روی مفصلتون بیارید. اگر آماده هستی حرکت اول رو بزنیم، توی استراحت 15 ثانیه من حرکت دوم زنجیره رو سریع بهتون یاد میدم. آماده؟ یک دو بریم. سه تا یا چهار تا پانچ بزنید هیچ فرقی نمی کنه، هر جوری که میتونید تمرکزتون رو حفظ کنید، سه تایی چهار تایی فرقی نمی کنه. پرش هم همینطور، دو تا سه تا چهار تا، بستگی داره که چجوری میتونید هماهنگ شید. خب یه استراحت کوتاه بکنید، تا شما استراحت میکنید حرکت بعدی کمر رو خم کنید به جلو، پا از سمت عقب، دست از بالا، میشه یک دو سه، و بعد پا رو عوض میکنید. برای بچه هایی که مشکل کمر دارن تونن دستاشون رو بگیرن و کمر به جلو، فقط زانو رو به سمت سینه بیارن. در غیر این صورت فقط زانو بلند بزنید، اونم نمیخواد خیلی پاتون رو بالا بیارید. اگه آماده این بریم حرکت رانر رو بزنیم، یک دو. پا رو عوض کنید، 20 تا راست 20 تا چپ،
برو به سمت جلو خم شو. دوم، یک، حرکت بعدی تا شما استراحت 15 تا 20 ثانیه‌تون رو می‌کنی من بهتون یاد میدم میشینی حالت نیم اسکات یک کرانچ، یه نیم اسکات دیگه یک کرانچ دیگه، متناوب حرکت کرانچ. اما بچه‌هایی که کمر درد دارن نمی‌خواد این حرکت رو ایستاده بزنن، روی زمین بخوابید و آروم حرکت بایسیکل کرانچ رو انجام بدن. این جایگزینا رو میگم برای بچه‌هایی که درخواست داده بودن حرکاتی که فشار میاره به کمر رو اعلام کنید. بریم برای انجام حرکت. یه نیم اسکات، یه کرانچ. خیلی عمیق نشینید. هدفمون اسکات زدن نیستش. با قدرت. و آخری استراحت کنید، برای ست دوم آماده بشید، آب بخورید، همین زنجیره رو دو ست دیگه انجام بدید. حرکت اول حرکت پرش بود، بعد می اومدیم پانچ می زدیم، حرکت دوم رانر بود و حرکت سوم نیم اسکات با کرانچ. اگر آماده هستید زیاد استراحت نکنید، بریم سراغ ست دوم از این زنجیره عالی. یک، دو، پرش‌های ریز، مشت، آماده باشید برای انجام حرکت رانر. فقط چند تایی دیگه مونده. و آخری آماده، کمر رو به سمت جلو خم میکنیم 20 تا هر پا. پا رو عوض کنید، استراحت نداره بینش، بزنید بریم، ما قهرمانیم، باری کلا. پنج، چهار، سه، دو و یک، نیم اسکات، کرانچ، متناوب. استراحت کنید. باید براتون بگم که این زنجیره علاوه بر این که عضلات پایین تنه رو حسابی درگیر میکنه، یک تاثیر بی نظیر روی عضلات شکم، موروی و حتی قسمت فیله داره. کلا ناحیه کور رو تقویت میکنه. اگر پا به پای من پیش بیاید احساس سوزش و فشار رو توی قسمت میان تنه و زیر شکمتون احساس خواهید کرد. یه استراحت کوتاه بکنید.
آب بخورید، میریم و برمیگردیم. خب برگشتیم، بریم که سه تا آخر از این زنجیره بی‌نظیر رو بزنیم و بعد بریم سراغ حرکات بعدی. آماده هستین؟ سه تا پره، سه تا پانچ، تعدادش خیلی مهم نیست، مهم اینه که تمرکز کنی. آماده؟ یک، دو. با قدرت. ده تا مونده. سه. آماده برای رانر؟ دو. یک. یه پا رو ستون کن، پا رو به سمت عقب و به سمت سینه بیا. باریک حل. ده، نو، هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو و عوض کن. با قدرت بریم. و یک نیم اسکات با کرانچ، یک چرخش کوچیک، زانو به سمت آرنج، تمرکز رو بذار روی عضلات شکم. کم نیار، ما قهرمانی. باری کلا. پنج، چهار، سه، دو و آخری. باری کلا. و هر کسی که تا اینجای تمرین با ما همراه بوده، میخواین ترکیبی حرکت شکم رو با حرکت حوازی انجام بدیم. آماده باشید، میخوایم به پشت روی زمین بخوابیم، بلافاصله بلند میشیم و حرکت رو عوض میکنیم. آب بخورید، یه استراحت بکنیم. پشت روی زمین قرار بگیرید و دست ها صاف، پاها 90 درجه. توپ من امروز بازیش گرفته. خب دست ها صاف، پاها 90 درجه، پا رو دور میکنیم و برمیگردیم. اگر نمیشه این حرکت رو انجام بدی به تنهایی، هم پا رو زیر خود پاشنه زمین بزنید. هفته پیش هم این حرکت رو انجام دادیم، اگه یادتون باشه. برای بچه های پیشرفته تر میخواییم دست و پا رو با هم هماهنگ کنیم. با اجازه آقای کارگردان این خورده اینو دور کنم. خب آماده هستید؟ پا و دست مخالف صاف میشه، بزنید بریم. با قدرت. Don't let the dance stop.
بلافاصله بلند میشیم و حرکت حوازی میزنیم، حرکت پرشی هست. من جایگزینش رو هم آموزش میدم، نگران نباشید. بچه که کمر درد دارین این رو به این حالت بزنید و دستتون رو هم دور نکنید. سری بلند شید. میخواییم حرکت سیزر رو بزنیم. برای بچه هایی که نمیخوام بپرن جایگزینش این هستش، یا ولی بچه هایی که میتونن سیزر بزنن. به پرش کوتاه و جانانه شکم رو منقبض کن، شکم رو راها نکن. تحت هیچ شرایطی شکمت رو به بیرون نده، حتی اگه شکم چربی داری اشکالی نداره. عضلاتش رو منقبض نگهدار، وای نست. ده تا مونده. سه، دو، یه استراحت چند ثانیه‌ای میکنیم، میریم برای اجرای ست دوم از این حرکت بی‌نظیر ترکیبی که برای تقویت عضلات میان تنه معجزه میکنه، برای هماهنگی عصب و عضله عالیه و در نهایت بلند میشیم تبدیل به حوازیش میکنیم که خیلی خیلی تاثیرگذاری حرکت رو بیشتر میکنه. خیلی استراحت نکنید، بخوابید روی زمین لطفا. اگر توانش رو داریم با من همراه بشی، دست صاف و دست و پای مخالف رو صاف میکنیم به سمت خارج. یک، دو، بریم. شکم منقبض، کمر رو از زمین جدا نکن. از قسمت گودی کمر خیلی ها برای اینکه توان ندارن میان کمر رو اینجوری از زمین میکنن که بسیار کار خطرناکیه و فشار روی مهره میندازه. ادامه. عالی هستید شما، واقعا تبریک میگم اگر دارین تمام این حرکات رو با من انجام میدین. یه نکته که واقعا به نظر من همه باید رعایت کنین، مخصوصا توی خونه همون اگه همسرتون تمرین میکنه یا بچه هاتون تمرین میکنن، تشویق و پشتیبانی شما مخصوصا اگر اضافه وزن دارن خیلی میتونه کمک کننده باشه. تو این مسیر کمکشون کنید و نذارید کم بیارن. آماده شید، بلند شید، سریع حرکت سیزر رو شروع کنید. برای بچه هایی که نمیتونن میتونن این حرکت رو جایگزین کنن، اما هر کسی که میتونه با من پرشین حرکت رو با سرعت تمام انقباض عجیب غریب انجام بده. ده تا مونده. ده، نه، هشت، هفت، شش، پنج، اخونه کن، چهار، سه، دو، باری کلا گیو می فایو. واقعا به این قدرت بدنی آفری به شما که تمام تلاشتون رو میکنین که حداقل این حرکات رو بزنی. چقدر مادرای عزیزمون، خواهرای بزرگتر من به من لطف دارن، به من پیام میدین. واقعا خوشحال میشم از این که شما با من ورزش میکنی. یکی از آرزوهای من همیشه این بوده که مادرای ما، سنبالترهای ما یه خورده بیشتر به خودشون برسن، به فکر سلامتیشون باشن. پدر بزرگا، مادر بزرگا، خیلی هاشون با اینکه توانایی جسمی خوبی دارن، سالم هستن، متاسفانه دیگه نه ورزش میکنن نه پیاده روی میکنن. ولی خب تو کیفیت زندگیشون خیلی تاثیرات منفی داره. اگر سمبالا هستید هم با ما تمرین کنی و به ما افتخار بدین، فعالیت روزانه داشته باشی. من تمام سعیم رو میکنم که حرکات رو آسونتر شدهش رو هم اعلام کنم. تمام اون حرکاتی رو که من اعلام میکنم برای بچه های آسیب دیده، کسایی که توانه یه بدن پایین تری دارن میتونن از اونها استفاده کنن. حتی بچه ها یا کسایی که سنشون پایین تر هستش
نمیخوان فشار زیادی اعمال کنن، از اون حرکات جایگزین استفاده کنید. فقط هر کاری میکنی نشینید، روزی 40 دقیقه، 30 دقیقه، 40 دقیقه، 1 ساعت فعالیت بدنی داشته باشید. با من هم تمرین نمیکنین، امیدوارم که حداقل پیاده روی رو انجام بدین. بریم برای اجرای 3 تا آخر از این حرکت. کلی هم استراحت کردین، پس 3 تا آخر رو با قدرت بیشتر انجام بدین. دست ها صاف، پا رو دور میکنیم، دست رو هم همزمان دور میکنیم. 1 2 بریم. فشار روی عضلات میان چنه است. وقتی میگم میان تنه، شامل اون قسمت چربی های قسمت پشت کمر، قسمت زیر شکم، پهلو از کنار، اینا رو همه رو در بر میگیره. یعنی شما وقتی یه حرکت رو برای تقویت میان تنه میزنید، به اصطلاح شکمتون رو دارین تقویت میکنید. میان تنه یعنی اینکه پهلواتون رو دارین تقویت میکنید. فکر نکنید یه قسمت عجیب غریبه هستش. کم نگیرید، ادامه بدید. عضلات میان تنه به خاطر اینکه توی خیلی از حرکات روزانه فشار رو داره تحمل میکنه، یه خورده باید برای تحت فشار قرار دادنش بیشتر تلاش کنید یا حرکات خاص‌تری رو بزنید، چون توی تقریبا تمام حرکات روزانه این عضلات درگیر هستن. بلند شید، حرکت جایگزین پرشی رو دوباره اعلام میکنم. پا رو به سمت عقب ببرید، برگردیم، بقیه با من بپرید. بپر وای نستا با قدرت. ببین دستت رو هم منقبض کن، چون که فشار رو شما روی تمام عضلاتت میندازی. ولی وقتی دستت اینجوری شل باشه دیگه فشار روی بالا تنه نیست. ولی وقتی ببین چقدر فرق میکنه استایل، ببین وقتی کلا منقبض کنی اصلا استایل حرکتت ورزشی تر میشه، احتمال آسیبت کمتر میشه و فشار بیشتری میاد. دو و 1 استراحت کنید تا حرکت بعدی رو اعلام کنم. یه حرکت بی نظیر میخواییم بزنیم، باز هم برای تقویت عضلات میان تنه، و باز هم حرکت رو میکس میکنیم با حوازی یا حرکت پرشی که من جایگزینش رو اعلام میکنم. خب میقان عضلات زیر شکممون رو تقویت کن. چطوری؟ پا رو به سمت سینه میاری، برمیگردونی، ولی بالا که میاری تمام این قسمتت رو منقبض کن خودت. یعنی خود حرکت به تنهایی اونقدری شاید تاثیرگذاری نداشته باشه و خودتون هم باید انقباض ایجاد کنی. پا رو دور کن، میاری به سمت سینه، برمیگردونی، یه مکس. اگر یه همچین بنچی نیست یا چیزی دور و برتون نیست، دستو بگیرید به دیوار، هیچ فرقی نمیکنه. آمده با قدرت انقباض بریم. خب بیستید، بچه هایی که میخوان پرشی نزنین این حرکت رو انجام بدین، پا رو دور کنید از کنارها، و بچه هایی که میخوان پرشی حرکت رو انجام بدن یه خط فرضی و به این ورون ورش بپرین. بچه بودیم تو مدرسه این حرکت رو انجام میدادیم. دست ها رو کنار بدن منقبض. 10 9 8 7 6 5 4 3 2
یه استراحت کوتاه بکنیم میریم و برمیگردیم. خب بریم انجام سس دوم رو با قدرت هر سه تمامتر بزنیم. پا رو که بالا میاری یه انقباض برگردون پا رو عوض کن. و آخری آماده برای یه حرکت پرشی، دست جلوی سینه، انقباض پنج، چهار، سه، دو، یک. استراحت. یه ست دیگر این حرکت عالی مونده، امیدوارم که کم رای برده باشین. حرکت جایگزینش رو تکرار میکنم برای بچه‌هایی که نمیخوام پرشی بزن. حرکت رو پا رو از کنار با سرعت هرچه تمامتر یه تپ و برمیگردونی. آب بخورید اگر که احساس میکنی به آب احتیاج دارید. دست ها رو زیر بدن مثل ستون قرار بدین، پاها رو دور کنین، شکم منقبض. ست آخره تمام تلاشت رو بکن، بریم. با قدرت. هشت، نو، ده، دوتا، آخری و بریم برای آخرین حرکت پرشیمون. نو و ده. آفرین به شمایی که تا اینجای تمرین با من همراه شدید. الان به عنوان جایزه میخوایم چند تا حرکت کششی بی نظیر بزنیم. با من همراه بشید. میخوایم سرد کنیم بدنمونو. از کنار میزنم، آروم به سمت پایین حرکت کنید. کل بدن رو توی حالت کشش عالی قرار بدین. آروم به سمت عقب، پا رو جلو بیارین، آروم دست رو عقب همینجا نگه دار. این حرکات کششی حرکات آسونی نیست. اگر نمیتونین بزنین دلیل نمیشه که مشکلی دارین، باید انعطاف خوبی داشته باشین. آروم یه بالا، دوباره به سمت پایین میریم. میریم توی حالت پلانک، پایک، کش بیار قشنگ، برو روی پنجه، دوباره برگرد پایین، نگهدار چند ثانیه، برو بالا. توی این حالت نگهدار، زانو رو میشکنی به سمت صورت و پشت پا رو آزاد میکنی و ساق رو هم میتونی کش بیاری همزمان. عالی، ادامه بده. شکم رو منقبض نگه دار، شکم رو رها نکن پایین هیچ وقت. خب حالا پا رو بیار جلوی کوچولو، آروم بیا به سمت عقب. باریکلا، کامل کشش رو باید حس بکنی توی پشت پا، فیله. آروم بیا به سمت بالا، پا رو کامل باز کن،
بیا به سمت پایین، دست رو زمین بذار، باسن رو ببر بالا دوباره، بکش قشنگ، آروم بیا پایین، دوباره خیلی آروم پا رو جمع کن، پشت زانوهات رو بگیر، در واقع بغل کن پاهاتو، اگه نمیتونی فقط دستتو بذار پشت زانوتو، یه کوچولو پشت پاتو بکش، برگرد به سمت بالا، دست رو از جلو، یه چرخش میخواییم به سمت عقب بکنیم، یه کشش عالی، حالا که بدن گرمه یه خورده رو موبیلیتی بدن کار کنیم، یه کش قشنگ، آروم سمت رو عوض کنید، یک دو باسن ثابت، برگرد، میخواییم همین رو بریم به سمت بالا و عقب، کسایی که مشکل کمر و گردن دارن نزنن، بریم بالا عقب، بکش، همین رو میخواییم بریم به کناره ها با یک کشش بی نظیر. مرکز، بازم به سمت عقب، مرکز سمت رو عوض کن، مرکز برای آخرین بار میریم به سمت عقب، آروم همین رو به سمت پایین و عقب، دست ها رو میکشیم از بالا بیا پایین، نفس، آفرین به هر کسی که تا اینجای تمرین با من همراه بوده، انگاری که من از دوش اومدم بیرون، امیدوارم که همونقدره که من تحت فشار قرار گرفته بدنم، شما هم از این تمرین فایده لازم رو ببرید. مهمترین فواید تمرین حوازی داشتن قلب سالم، سیستم تنفسی با قدرت بالا هستش، برای اینکه داشتن سیستم قلبی عروقی خوب و قدرتمند رو تجربه کنی، تمرینات حوازی و فول بادی ما رو از دست ندین و لطفاً اگر عزیزی هست که دوست دارین و براتون اهمیت داره، حتماً تشویقش کنی که با ما در شبکه دیدی تیوی تمرین کنه. لازم به یادآوری میدونم که بهتون بگم از طریق یوتیوب میتونید برنامه های شبکه دیدی تیوی رو دنبال کنید، هم برنامه فری فیت، هم برنامه های عالی دیگه، برنامه های سرگرم کننده و فوق‌العاده‌ای هست که میتونید از طریق یوتیوب دنبال کنید و ببینید. با لایک ها و کامنت هاتون به ما انرژی میدید برای ادامه این راه. دوستتون دارم، با فری فیت فیچر.